یو رفقا چطورید؟ رحمه یادت رفتیم برگیم یو رفقا چطورید؟ بلای چطوری امروز اومدیم با یک ویدیو خیلی توپا خفن در مورد مرگ اسپایدرمن بچه تو نوبه هم به نظر چی قراره ببینه؟ آقا قبل از گیم ویدیو شروع کنیم لایک کامنت و سابسکرایب یه خیلی سابسکرایب در اون زمینه بغلش یادتون نره و برو بریم. خب رفقا بذارید اول من تئوریم شروع کنم. نیکان بگو داره چطوری خوبی؟ ببین اولی اسپایدرمن چی؟ میگم چطوری خوبی؟ بس زیادا خب آقا اولین اسپایدرمنی که ما شاهدش بودیم از سال 2004 تا 2008 اگه فکر کنم اسپایدرمن سم ریمی و توی مگوایر از 2002 بود 2001 تا 2014 اسپایدرمن 2001 بود اسپایدرمن اندرو گارفیلد 2014 و 2012 بود دو تا سری دار ایمیزین و اسپایدرمن تاوالند که حالا الان شاهدش هستی. حالا من کسی که نیکا میخوام تئوری رو بهت بگم میگیره کیه؟ به نظر من اسپایدرمن توی مگوایر هست. حالا چرا اسپایدرمن توی مگوایر قراره بمیره؟ دلیلش اینه، ببین همه ما میگیم که اسپایدرمن توی مگوایر خب قوی تر از بقیه بوده. حالا چرا؟ اون عنکبوت رادیواکتیوی اومد نیشش زد و خب از داخل دستش اون تار رو میزد و دیگه نیاز به وب شوتر نداشت و خب خیلی سوپر بود. و حالا از فیلم هایی که دیدیم خب با ویلنه یکم بزرگتری بود، مثلا اوکتاویوس خوب از خودش یکی قوی تر بود، بیشتر داشت میزد، دیدیم که بستش آوردش میشه هری انداختش اینجوری اصلا شیطانش کرد و جیری گابری که واقعا خوب قوی بود و اولین تجربه اسپایدرمن بود که با یه آدم خوب جنگید. اسپایدرمن سوم با ونوم جنگید که خب میتونیم بگیم بزرگترین ویلن اسپایدرمن بود. و حالا ببین درسته که تامالا با میستریو جنگید، میستریو پدرش رو واقعا در آورد، از اون ورم با لیزار جنگید، آره واقعا، بعد از اون طرف اندروگارفیلد با لیزار جنگید و الکترو، ولی خب ما میگیم ویلنای توی مگوایر یکم قوی تر بوده. حالا میگی چرا میگم نظریت چی حالا واسه اینکه چی میگیره؟ خب نظریه اینه، ببین اول اینکه داخل فیلم چون اولی اسپایدرمن بوده یک کم میان پیرتر، حالا نه اونقدر ولی یک کم میان افتاده تر از اسپایدرمن دیگه نشونش میدن. و حالا داستان چیه؟ ببین ما میگیم که آقا سنمن و لیزارد و الکترو همشون قراره که بجنگن با این سه تا اسپایدرمن، ولی خب به صورت خیلی اصلا پشویزونی قوی شدن. مثلا یادت داخل اسپایدرمن ایمزین وب شوتر اندرو گارفیلد خراب شد، چرا؟ وقتی جریان برقی که الکترو متصل شد و اینو فیکسش کرد. ببین دارن قضیه تو اون تئوری من این درسته. حالا از سی تا این تئوری که میتونیم بهت بگم الان اینجوری بهت به نظرت این قضیه همین مورد سر مولتیورس اینا کدوم اسپایدر؟ همه اسپایدرها میان تو دنیای تام هالند یک اونا میان، یعنی اینکه تا مقاله این سوال بشه من میگم تام هالند میاد چیز همه داخل تام هالند خود استرنج. آره آره یه گرفتن تو ها نظر احتمالش خیلی زیاده که اونا بیان پیشون. ولی من یه تئوری خیلی خیلی جالبم هست، اینکه بعد اینکه شیش خبیث، حالا من میگم شیش خبیث ولی در اصل پنج خبیث تو ترینه خیلی چیزا میشه، چون نه آخر داخل کمیکم شیش خبیث داری. ولی خب درست یه چون عجیبه واسه 5 تا سر، ولی خب کلا همین حالا پنج خبیث ما میگیم که اومدن تو دنیای اینا به تاوان همین کلا پیتر، بعد اینکه پیتر اینا رو دست میگیره میگه زه جواب زندان این داستانا، احتمال میدم یکیشون فرار میکنه گولشون میدن تاوان دا یا اوزا از کنترل خارج جوی استین هم داره دیگه تلفات میکنه این مولتیورس اینا هم که فقط دارن به خاطر به زندانی تا موقعی که اینا برگرد. بعد اینکه زمانی که استرین داره اون مکعب رو میسازه تا اینکه اینا زندانی کنه به فرسشون، اعتمال میدن یک همه یا ویلن ها در میدن از فایت میشه و اینکه پیتر نمیتونه تنها جلوشون بگیره، یعنی مثلا نمونهش مثلا میگم یه شب با گیری گابلی فایت داره، شب با یکی فایت نتونه جلوشون بگیره و اینکه میره یاد میره تو دنیای اونا ازشون کمک رو میگیره هلپ، یا اینکه اونا به قولتون میان ولی خب دارن چی تار میزنن تو خیابونا واسهشون مونن خدای این کیه اون کیه. و لرای مرگ بخوام بگم اصلی که این چیزی که تو این تئوری ما اینجا فهمیدیم میتی تو تحلیل بررسی اون بچه اگه دقت کرده باشی فایت که استارت میشه
تیره ما یه جا دیدیم که خب لیزارد مش خود برد خب این میتونه به احتمال خیلی زیاد 90% من به 95% من میگم و یکی از اسپیل دمانم 5% دیگه من بهتون میگم مثل این تریلر اندگیم میشه دیگه که یه سر پاک کرده همه چیزا دقیقا پاک میکنه و این که بچه ها ببینید کلن تو اینجور فایت ها احتمال میدم من تام هالند بعید بدونم ببینه درسته حرف زده تو چیزه گفته قرار آخرین اسپایدرمن ها اینجور حرف داره بینه ولی کیفاگی هم نظرم میتونی چیکار میکنه چون قدیمی تنی اسپایدرمنش بوده و خیلی هم رو تاپ بوده میاد اون رو برکران کنه چون خود بازیگر توبی مگوایر دیگه خب کشش نداره آره. آره چون چند سال شده حالا درباره توبی مگوایر سیویت بگم ببین ما دیدیم که الکترو داخل ایمزی خیلی غیر بود ولی حالا با کاری که اندازت فیکس شده این موضوع ولی الان اینا بتونید نشون میدم یه جا داخل روی اسپاید روی داخل لباس الکترو حالت انگار منبع تونیستا کویا اعتماد سده باشید بچه واسه دیدن این تحلیل حتما من چون ایزی واسه آیدی این اسمامون رو میذاریم حتما برید این تحلیل رو خوب نگاه حتما برید ببینید و این که ببین ما میگیم که توی من بو ارسفاید آنم قبلی تلی با ویلن های دیگه فایت داده خیلی قبلی تر بودن ولی تو فرض کن اسپایدرمن ها مثلا آیه نیومده که مثلا آقا توبی با سندمن فایت بده اندرو با لیزارد فایت بده نه اینجوری نیست خب ببین مثلا اون وسط فرض کن مثلا اندرو یا اندرو توبی مگوایر یه دونه تار بزنه ببین جنگل برقه ببین توبی مگوایر از داخل دستش تار میاد و حالا فرض کن یه دقیقه جریان برقه الکترو توبی رو بگیره چی میشه؟ اینه به قدر این ویلناشو واقعا اوورپاور شدن اینجوریه یعنی به قول تو همون منطقه ایرنجیش شده مثل خود الکترو میشه اصلا خود اکتویست خود اکتویست اصلا حالا معلوم نیست شاید مثلا یه صحنه دیگه الکترش دوری میگفت که داره میکنه که اسپایدرمن شاید اصلا از دلیل از ساختمون افتادنش اصلا یه چیز دیگه بوده حالا من احتمال میدم که به احتمال خیلی زیاد رفته حالا کمک اسپایدرمن الکترو حالا باش خواهید ولی یه سی از چیزه که مرگ اسپایدرمن خیلی افسرش میده و این وضعیت آره توبی مثلا توبی حالا اسپایدرمن دیگه تازه میخواد بره روکن چون پروژه اگه دقت کرده باشی توییتر یکی از دایرکتورا رو خوندم گفته بودش که ما از گوین سکسی و ام جی قرار استفاده کنیم تو پروژه بعدی خب این خیلی دیگه زایه است دیگه معلومه دیگه این داستان مولتیورس اینجور داستان ادامه میدن زایه است و یه سیویت بگم اندرو کلا فکر کنم ادامه میدن اینو باید بگم اندرو ادامه داره آره اندرو احتمالا ادامه دار میشه و اینو بگم که خب یکم علاوه بر این که خیلی فایت الکترو توبی نابرابر به نظر من این دفعه تو اسپایدرمن نو وی هوم یکی از داستان اینه که یکم خسته تره و ما یه دونه کارتونی بود اسپایدرمن این آره ولی یه کارتونی بود به نام اسپایدرمن این تو دی اسپایدر ورس اینو قطعا دیدید شما چند سال پیش اومد فکر کنم 2018 و اینجوری بودش که عین یه جوری نو وی هوم بود اسپایدرمن ها همه اومدن تو دنیا همدیگه و اون اسپایدرمنه که یکم پیرتر بودن و یکم قدیمیتر بودن خسته بودن واسه یکی مثل مایلز مورالز قدرتش وقتی به تر قدرتش رسید و کشف کرد قوی تر بود برای همینه که ما میگیم احتمالاً تو برگوار سخت میشه مایلز افسوکش از همه اسپایدرمنه خیلی آمتر تا پیترین آره خب بعدم که ناپدید میشه آره خیلی خوب احتمال این هم هست هم به لیزار لیست داره باشه ولی خب انقدی که خب تا حالا میگه شما نوکی قلن رو نهید دیگه ولی یهو بدون مقدمه مایلز مورالز رو نمیارن احتمالا البته خب بگم احتمالش هست بگم چرا چون ما هنوز هیچی نمیدونه مقال بشین میگفتیم لیکو کامل نکنه فیلم فیلم وقتی بیاد تو سینما فرداشی تا برنامه میسازیم و بازیگر مایلز اگه دقت کنه آره. میتی یه عکس قبلا رو تو الی بود فکر کنم تو یکی از چیزا لباس مایلز هم پوشیده تا دیگره همین مایلز مورالز بود و لباس اسپایدرمن مایلز پوشیده بود بعد هشتگ زده بود نو وی هوم بود بعد یکی از دیرکتورش عکس میگرفت خیلی اصلا جالب بود احتمال داره مایلز خب آره. یه سری چیز در اندگیم هم همین کار کرد یکی چی واقعا لو نرفت اون سال یعنی اون یه سالی که بعد عذاب میکشیدن منتظر این بودن که آقا این دیگه قرار چی بشه خدا هیچ مثلا آقا همین دیگه ما این تئوری رو واسهتون گفتیم و میخوام ببینم که نظر شما چیه برامون تو کامنت ها بنویسید که به نظر تو کدوم اسپایدرمن میمیره توبی اندرو تام هالند و تا ویدیو دیگه بدرود.